در خدمت آقای هوشنگ اسدی، یکی از نویسندگان کشورمون هستیم که اخیراً یک کتابی به زبان انگلیسی تحت نام نامه‌هایی به شکنجهگران منتشر شده. لطفاً راجع به محتوای این کتابتون و این کتاب اخیرتون در واقع برای بینندگان و شنوندگان این مصاحبه کوتاه بیشتر صحبت کنید و از وقتی که در اختیار ما گذاشتید بسیار سپاسگزارم. بله، منم ممنونم. این چندمین کتاب منه که منتشر میشه. کتابای قبلیم یا ترجمه بوده، رمان بوده، یا رمانی بوده که نوشتم یا نمایشنامه بوده، بیشتر در زمینه ادبیات بوده. این کتاب اخیرم برمیگرده به خاطرات زندان. در من در سال 61 دهه وحشت بزرگ دستگیر شدم و 6 سال زندان بودم و بعد که آزاد شدم مجبور شدم کشور ترک کنم و اخیراً به دلیل اینکه شکنجه، همون شکنجه هایی که در اون دوران به ما میدادن، دوباره بعد از کودتای انتخاباتی 1388 به شکل دیگه شروع شده، فکر کردم که خاطرات خودم رو بنویسم و شرح بدم که به یه شکنجه، کسی که شکنجه میشه چه کار باش میکنم و چه بلایی به سرش میاد به لحاظ شخصیتی، به لحاظ هویتی. و این کتابو نوشتم و بعد از اینکه بخش قسمت فارسیش تموم شد، یعنی نسخه فارسیش تموم شد، یک ناشر انگلیسی اظهار علاقه کرد که اینو به انگلیسی هم منتشر کنه. کتابو به انگلیسی برگردوندیم و امیدوارم که تا اول تابستون، یعنی حدود 3 ماه دیگه، هم نسخه فارسیش هم نسخه انگلیسیش در بیاد. همونجوری که شما گفتید کتاب هست، نامه هایی به شکنجهگرم. و علت این اسم اینه که من کتابو به صورت 26 نامه تنظیم کردم. این 26 نامه تماما خطاب به برادر حمید نوشته شده. برادر حمید اسم مستعار بازجوی من بود که بعداً بر حسب اتفاق من تونستم اسم واقعی ایشون هم بشناسم. اسم واقعی ایشون ناصر سرمدی پارساست که تا پارسال هم سفیر جمهوری اسلامی در تاجیکستان بود و بعد از اینکه از تلویزیون ما اینو اعلام کردیم، ایشون از این سمت برداشتن. در طول این 26 نامه، من از همون شب اولی که 17 بهمن 1361 ایشون منو به اتاق بازجویی بردن، شهر دادم، همه اون چیزایی که خاطرم بوده به نوشتم و تمام بلایی که سرم اومده در حالت شکنجه که باید زیر چه انواع شکنجه هایی که ایشون به من میدادن، از سقف با بیزون میکردن، شلاق میزدن و انواع مختلف شکنجه که توی کتاب به دقت توضیح دادم، باید اعتراف میکردم که من جاسوس هستم. و بعد از اینکه این اعتراف از من گرفتن به زور، در مرحله دوم بعد اعتراف میکردم که میخواستم علیه نظام جمهوری اسلامی کودتا کنم. این اعتراف رو هم زیر شکنجه از من گرفتن و این یک چیزی حدود 3 ماه طول کشید این ماجرا و من تمام اینو با شرح و جزئیات توی کتابم آوردم. آقای اسدی، شما به خاطر نوشتهاتون یا اعتقادات سیاسی خاصی دستگیر شدید؟ بله، من به خاطر اعتقاد سیاسی دستگیر شدم. آن گونه که مسئولین جمهوری اسلامی ایران ادعا می کنند، واقعا زندان های جمهوری اسلامی ایران کره یا در واقع خانه های آدمسازی است، یا یعنی اینکه تخریب شخصیتی و هویتی انسانی هاست برای آنکه به اون چیزی که اونها می خوان دست بیابند؟ خانه آدمسازی به این معناست که اونها انسان‌های مستقل و انسان‌هایی رو که با مثل اونها فکر نمی‌کنن ویران می‌کنن تا بر ویرانه شخصیت اونها یک انسانی رو بسازن که اونها می‌خوان. یعنی یا شما رو زیر شکنجه می‌کشن یا اینکه مجبورتون می‌کنن توبه کنید و بعد حرفایی رو بزنید که اونها دوست دارن. شاید خودشون هم می‌دونن که دروغ می‌گین، ولی به هر حال کارخونه آدم سازیشون به این صورته. در این 6 سالی که من در زندان بودم و چیزهای قبلا و بعدا شنیدم، حتی یک نفر رو نمیشناسم که به قول اینها آدم شده باشند و به طریق راه راست اومده باشند. تماما زیر شکنجه مجبور به اعتراف یا توبه و یا شدن و بعد هم یا اعدام شدن یا نجات پیدا کردن. و مخوفترین شکنجه گاهای لاقل دوران حاضر تا اونجا که من خوندم و دیدم به چشمم در جمهوری اسلامی. بله. آقای هوشنگ اسدی، شما به عنوان یه نویسنده و یه زندانی سیاسی سابق، نظرتون راجع به این ایده یا این تبلیغات چی است که میخوان این تصویر
و این تابلو سیاسی از جمهوری اسلامی ایران در واقع جلوه بدن که جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری و انتصاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور نظام پلید و بد شده، در حالی که شما خیلی پیش از انتخابات زندانی بودین و شکنجه شدین. من زیاد موافق نیستم که میخوان اینو تصویر رو ارائه بدن. من یک تصور دیگه از جامعه ایران و تحلیل یک جامعه ایران دارم. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای خودش تمام تاریخ 30 سالش رو با خون و شکنجه نوشتن، اما بعد از انتخابات 22 خرداد سال گذشته بدترین جناح حکومت روی کار اومدن. این جناح به نظر من تفکر طالبانی دارن، به عنوان طالبان شیعه ما اونو رو میشناسیم، اساسا دشمن تمدن، مدنیت، مدرنیته و حساسا به نظر من هویت ایرانی هستن. در واقع اوضاع به این ترتیبی که جمهوری اسلامی همیشه در یک مسیری حرکت می‌کرده که رویه انسانی نداشت، ولی در سال گذشته خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین گروه به سر کار اومدن و به این ترتیب طبیعیه که پلیدترین چهره خودش هم به دنیا نشون داد. ولی دیگران هم، یعنی اونهایی هم که اون طرف هستن، شریکان سیاسی حاکمین بودن و در این نظام پست و پایه‌های در واقع بالایی داشتن. این دلیل نمیشه. در تمام تحولات تاریخ، چه در تاریخ ایران چه در تاریخ دنیا، از اینجا انجام گرفته که کسانی از درون ساخت نظام گذشته بیرون اومدند و تحول تاریخی رو انجام دادن. خب اگه ما بخوایم اینجوری نگاه کنیم، ناصر امیرکبیر هم که، یعنی شما معتقدین که فشار مردم میتونه در دموکرات منشی رهبران داخل نظام نقش داشته باشه؟ من یک مکانیزم دیگه رو میخوام توضیح بدم. اگر از این زاویه دید شما به قضیه نگاه کنیم، ما امیرکبیر هم نباید قبول داشته باشیم. امیرکبیر مگه کی بوده؟ امیرکبیر نخست وزیر شاه ناصرالدین شاه بوده در استبدادترین دوران. بنابراین باید بگیم که امیرکبیر رو هم ما نمیپذیریم چون نخست وزیر شاه بوده، در حالی که میبینیم اولین مصلح ماست. یا به دوران اخیر ولی ایشون در حمام چیز در واقع جان سپورت. خب الانم تقریبا تمام سران اصلاحات در زندانن و سخت‌ترین شکنجه ها رو بهشون در 9 ماه گذشته وارد کردن. با این مقیاس ها نمیشه تاریخ ها نگاه کرد. یا شما از طرف دیگه اگه به دنیا نگاه بکنید، اتحاد جماهیر شوروی رو کی از هم فرو پاشید؟ گورباچوف. گورباچوف کی بود؟ دبیر اول حزب کمونیست شوروی بود. یعنی در مقام قیاسه مثل که آقای خامنه‌ای بخواد الان در ایران تحول رو انجام بده. ولی هیچ کس گورباچوف رد نکرد و نگفتن چون تو دبیر اول کمیته مرکزی و رهبر شوروی بودی این تحولات رو نباید انجام میدادی. اتفاقا اون میتونست تحول رو انجام بده. در تمام تاریخ که نگاه بکنید همین بوده، از درون ساختارهای استبدادی افرادی بیان بیرون، چون افراد که همه یک پارچه مثل هم نیستن، که دیدگاه های مختلفی دارن و اون افرادی که اتفاقا از درون ساختار میان بیرون باعث تحولات بعدی میشن و باعث تغییرات نظام ها میشن. من اینجوری میبینم صحنه. من به عنوان سوال آخر، ولی اصل 177 قانون اساسی اگر اشتباه نکرده باشم راه بر هر تحول دموکراتیکی در داخل نظام و در چارچوب سیستم بسته، مثلا میگه قوانین اسلامی نوع حکومت اسلامی و بر مبنای تصمیمات ولایت فقیه و هیچ وقت اینها را نمیشه به رفراندوم گذاشت. دیدگاهتون در این رابطه چیه؟ در اتحاد شوروی هم همینطور بوده. یه قانون اساسی بوده که تمام چیزها رو چیز میدونسته، بر اساس قوانین شوروی میدونسته، ولی میبینیم که اول خروشچف از درون سیستم میاد بیرون، بعد گورباچوف از درون سیستم میاد بیرون. همون سیستمیه که تازه جمهوری اسلامی که رقمی نیست، سیستم ابرقدرت شوروی رو از درون میشکنن. اصلا شما به گذشته برگردید، تحول اساسی تاریخ و لوتر یک کشیش از درون سیستم مسیحیت انجام میده. من با این دیدگاه مخالفم که چون کسانی در یک سیستمی بودن نمیتونن تحول ایجاد بدن. تحول تاریخی از داخل هر سیستمی انجام میشه و بعد از اون شکست اون سیستمی که بعد میشه سیستم رو پی گرفت و پیش برد. ولی اونها فروپاشی نظام خودشون رو نمیخواستن. اینها هم فروپاشی نظام خودشون رو نمیخوان، ولی همین که شکاف در داخل سیستم به وجود میاد، تحولات بعدی تاریخ خودش رو تحمیل میکنه. از وقتی که برای این گفتگوی کوتاه در اختیار ما گذاشتی آقای هوشنگ اسدی، بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم.